سلام و وقت خوش. اینجا استودیو آماج است و من حارس جبران. سرتاج عزیز، نخست وزیر مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور سیاست خارجی و امنیت ملی، امروز وارد کابل شد. وی حامل پیام از طرف مردم پاکستان است. اما پرسش اینجاست، آیا تغییر در دولت پاکستان، تغییر در سیاست این کشور است؟ مشخصا در مناسبات و روابط کابل اسلام آباد. در نخست گزارش از همکارم. سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان، پس از آن به کابل سفر کرده است که روابط کابل و اسلام آباد به دلیل همکاری نکردن صادقانه پاکستان در کار صلح با مخالفان مسلح دولت و تلاش آن کشور برای تجزیه افغانستان به تیرگی گرایده است. اما سرتاج عزیز تاکید میکند که پاکستان برخی از گروه ها را تشویق به انجام گفتگوهای صلح کرده است، اما اسلام آباد کنترل بر طالبان ندارد. نقش ما در آوردن صلح در افغانستان تشویق نمودن جناح ها و گروه هاست و ما زمینه را برای آغاز گفتگوها فراهم میکنیم و این چیزی است که ما انجام میدهیم. اما ما آوردن صلح را در افغانستان ضمانت کردن نمیتونیم. اصل موفقیت برمیگردد به افغانها که همه در یک تفاهم با تمام جناها و رهبری افغانها به یک نتیجه مثبت دست یابند. بنابراین ما کدام پیشنهاد و یا مداخله در روند صلح و آرامش در افغانستان نداریم. فقط وظیفه ما این است که سهولت ها را برای آوردن صلح در افغانستان مهیا سازیم. در این میان کابل هنوز انتظار دارد که اسلام آباد که هیچ گاهی همکاری صادقانه در کار صلح با مخالفان مسلح دولت نکرده است، این بار گام های عملی بردارد. متاسفانه تا هنوز این تلاش های دولت افغانستان نتیجه ای که ما انتظار داشتیم به دست نیامده است. بنابراین ما جدا امیدوار هستیم که بتوانیم با حکومت جدید منتخب پاکستان تحت رهبری جلالت مآب صدر اعظم نواز شریف و رهبران مانند جلالت مآب آقای عزیز و دیگر همکاران ایشان در روابط دو جانبه بین افغانستان و پاکستان یک صفحه جدید همکاری صادقانه و عملی را بکشاییم. انتقادهای وجود داشت که نمایندگان طالبان با گذرنامه‌های پاکستانی برای گشایش دفترشان به قطر سفر کرده بودند، اما سرتاج عزیز تاکید می‌کند که 26 تن از طالبان را به درخواست شورای عالی صلح افغانستان آزاد کرده‌اند. شورای عالی صلح از ما تقاضا کرد تا زمینه ها را برای گشایش گفتگوهای صلح فراهم سازیم و با نظر به تقاضای شورای عالی صلح 26 تن از زندانیان طالب را آزاد کردیم تا به گفتگوها حاضر شوند و در آینده هم اگر شورای عالی صلح از ما تقاضا کند ما چنین زمینه را برای آوردن صلح در افغانستان فراهم میکنیم. چند ساعت پیش از این سفر نخست وزیر پاکستان گفته است که سرتاج عزیز با پیام روشن که در برگیرنده برقراری صلح و ثبات است به افغانستان سفر می کند. حکومت افغانستان بهترین همکاری پاکستان با افغانستان را برقراری صلح در افغانستان می داند. هستند کسانی که در مورد عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان صحبت می کنند. به باور دولت افغانستان بهترین عمق استراتژیک پاکستان می تواند در افغانستان داشته باشد دوستی، برادری و همکاری صادقانه بین دو کشور می باشد. از سوی مشاور شورای امنیت ملی افغانستان انگام خاکسپاری برادرش گفته بود که صبر مردم افغانستان از تلاش‌های خصمانه پاکستان در افغانستان به سر رسیده است. هرچند به باور آگاهان بارها حکومت پاکستان وعده همکاری در کار صلح با مخالفان مسلح دولت سپرده است، اما هیچگاه گام‌های عملی نبرداشته است و این بار نیز برای روشن شدن صداقت حکومت تازه پاکستان باید انتظار کشید. با شیر احمد قاسانی همکار ما امین گزارش را تهیه کرده بود، ولی برای تفصیلات و توضیحات بیشتر آقای قاسانی را از استودیو خبر با خود داریم. سلام قاسانی، صدای ما را دارین؟ سلام خدمت شما بیندگان عزیز و میهمانان نهایت گرامی. بله، من صدای شما را دارم. سپاسگزارم قاسانی. میشه مشخصا بگوین امروز آقای سرتاج عزیز وارد کابل شد و مشخصا یک نشست خبری هم با آقای عزالمی رسول وزیر خارجه افغانستان داشتن. یکی از مواردی که من در اینجا دیدم در گزارش شما تهیه کرده بودین، مشخصا آقای سرتاج عزیز تاکید بسیار بیشتر جز از روابط میان کابل اسلام آباد و موارد سال بر رهایی طالبان داشت. حالا مشخصا آجندایی که در این نشست خبری بود چی بود قاسانی؟ سپاس آقای جبران. سرتاج عزیز پس از آن وارد افغانستان میشه که دقیقاً گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حکومت پاکستان به ناکامی انجامید و روابط دو کشور به تیرگی گرایید. البته این نخستین سفر یک مقام ارشد پاکستانی پس از ایجاد حکومت تازه در پاکستان است. سرتاج عزیز امروز در نشست خبری که با زلمه رسول وزیر امور خارجه داشت تاکید کرد که با پیام از حسن نیت
وارد کابل شده و برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. سرتاج عزیز گفت که پاکستان تماسهای در گذشته با طالبان داشته اما هیچگاهی کنترلی بر گروه نداشته است. سرتاج عزیز گفت که خواستانی میشه بگین مشخصا کنترل نداشتن به گروه به نام طالبان از آدرس سرتاج عزیز چی را افاده میکرد و آیا توضیحات در این پیوند داشت؟ ظاهرا سرتاج عزیز میخواست بگوید که حکومت پاکستان هیچگاهی از گروه های عرص افغانی با وجود طالبان حمایت نکرده و آیسای پاکستان که پیوسته از سوی حکومت افغانستان و جریان های سیاسی مردم افغانستان متهم به حمایت از طالبان شده و عملات انتحاری و تروریستی را در افغانستان سازماندهی کرده میخواستی را به نوع رفع بسازه. البته این در حالی است که چند پیش کنگرس امریکا برخی از سناتورها در کنگره آمریکا گفتند که گروه حقانی در پاکستان حمایت گسترده شبکه استخباراتی آیسای پاکستان داره و هیچگاهی نمیتوان آیسای پاکستان مجزا دانست از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان. البته سرتاج عزیز می‌خواست این مسئله را از دامن پاکستان پاک بسازه و احتمال داره در پایان به گفتگوهای صلح شام امروز و حمایت پاکستان از گروه طالبان گفتگوهای میان رئیس جمهور کرزی و سرتاج عزیز نیز در کاخ ریاست جمهوری صورت گرفته باشه. خوب است قاسانی، میشه بگی وقت که سر نشست خبری بود دقیقاً مردم و مشخصاً احزاب سیاسی و توده مردم چی انتظار دارن؟ آیا تفاوت میان هی آیت بلندپایه و سایر آیتایی که از آدرس پاکستان به حکومت افغانستان آمده بودن محسوس بود؟ البته بسیاری از جریان‌ها و مردم و احتمال داره حکومت افغانستان به این باور باشه که گفتگوها نتایج را در پی نداره. شما ببینید تقریباً 8 ماه پیش نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و نخست وزیر بریتانیا در لندن صورت گرفت، در اوج توافق صورت گرفت تا 6 ماه آینده عرصه کشور به توافق صلح دست پیدا بکنن. البته با گذشت زمان این نشست سه جانبه و توافقی که صورت گرفته بود منجر به شکست شد. پس از او نشست سه جانبه دیگه میان رئیس جمهور کرزی، رئیس اتحاد مشترک ارتش پاکستان آقای اشفاق کیانی و همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در بروکسل صورت گرفت که البته تمامی نشست‌ها بی‌نتیجه بوده. امروز سنای افغانستان واکنش نشان داد و گفت که این گونه سفرها تا زمان کمکاری صادقانه و عملی از طرف پاکستان در کار صلح برداشته نشه نتیجه در پای نخواهد داشت. حسنی گفته می شود که آقای سرتاج عزیز به ضیافت بر افطاری به ارگ ریاست جمهوری خواهد رفت. در اونجا هم احتمال از این میره و چیزهایی گفته شده بود که روی مناسبات صلح افغانستان صحبت شود یا خیر. دقیقاً ساعت 2 بعد از ظهر امروز پس از آن که کنفرانس خبری با وزیر خارجه کشور داشت، سرتاج عزیز دیدار با انوالله قحطی وزیر تجارت داشت و البته در افطاری با رئیس جمهور کرزی در کاخ ریاست جمهوری شرکت کردند. البته ما تا بالی که خبرها را دنبال کردیم جزئیات از این گفتگوها با انوالله قحطی و رئیس جمهور کرزی تا هنوز منتشر نشده. یکی از آجنده ها و میوار گفتگوها دقیقاً گفتگوهای صلح و همکاری دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بوده که پیام روشنی که به آنچنانی که سرتاج عزیز گفته از پاکستان به کابل آورده. سپاسگزارم قاسانی از خودت. سپاس از خودت و ادامه این بحث تا لحظاتی دیگر. تماشاگر آماچ از یک از دو مهمانان امشب آماچ، آقای فضل الرحمن اوریا عضو ائتلاف ملی و عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان، همچنان رحیل فرمولی استاد دانشگاه. مهمانان عزیز به بحث امشب آماچ خیلی خوش آمدید. نخست با شما آقای بارکزی، امروز سرتاج عزیز مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور سیاست خارجی و امنیت ملی وارد کابل شد و گفته می شود پیش از آمدنش با دیداری که آقای نواز شریف از وزارت خارجه کشور خود داشت گفت که این بار هیئت بلندپایه با یک پیام روشن میرد. آیا فکر میکنید این بار پاکستانی ها در مناسبات کابل اسلام آباد و موارد صلح صادق باشند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته خصوصا د میز ګډونوالو میلمنو ته محترم ورور اوریا صاحب او فرملی صاحب ته خپل سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. دا اول ځل نه دی چې د ایحتانو تګ راتګ پاکستان او افغانستان ته کیږي. تقریبا تر اوسه پورې د رئیس جمهور په حکومت کې کنایم
خطا او تل نل سوار رئیس جمهور پاکستان سفر کړی دی او همدارس د پاکستان رئیس جمهور صدر اعظم وزیر خارجه وزیر داخله او همچنان د پوج مشرانو افغانستان سفرونه کړی دی در کوم ځای چې تیرو تجربه ثابته کړې ده خو دغه تګ را تک کوم نتیجه پلاس نه دروړي د افغانستان د غمیزي د پاره د افغانستان د جنگ د ختم کولو د پاره د افغانستان ولست د صلح دروصلو د پاره نو دا به آینده ورځي د سرتاج عزیز در تک نتیجه وشي آینده وختونه چې آیا بیا به هم هغه تکراری سیاست د پاکستان د کڅنګ چې د درودیش کاله د افغانستان په مقابل آقای بارزای نخست وزیر پاکستان میگاید که این بار فرستادی ویژه و نماینده ویژه‌ش که آقای سرتاج عزیز باشه با یک پیام روشن وارد کابل خواهد شد که امروز آمد و سرتاج عزیز هم تاکید میکنه بر مناسبات صلح در افغانستان. آیا تفاوت این هیئت با سایر هیئت‌هایی که از آدرس حکومت آمده بود محسوس است؟ نو خود سرتاج عزیز دغه پښه پیغام هم دغه چې د صلح د شورا په غوښتنه مشپور رښت نه پر زندانی طالبان لري حقی دي. هغه طالبان او آدرس چیرې دي؟ هغه چیرې دي؟ د دې لپاره چې د افغانستان د صلح لپاره کومه ګټه تر اوسه پوری ورکړې ده، کومه نتیجه ورکړې ده؟ د دغه واضح پیغام د افغانستان خلکو ته، جهان ته، دغه چې موږ د صلح د شورا په غوښتنه شپږ ویشت نفره آزاد کړي دي او دوی د قطر د دفتر په خلاصول کې موږ کومک کړی دي که بیا مو غواړي د قطر دفتر خلاصېدل هم تر اوسه پورې مشخص او روشن پیغام د افغانستان خلکو ته د صلح نه دی ورکړی، بلکې موضوع یې نور هم پیچیده کړله. که ورته وګورو، د پخوا څه چې خلکو امید درلود چې د طالبانو یو مشخص ادرس پیدا شي، د هغوی سره خبرې وشي، خو بالمقابل پخه د پ یوازې دی چې د دې خبرو ادرس پیدا شي. این بار این هیئت بلند پایه با هدف روشنتر وارد کابل شده و متفاوتتر از هر سفر دیگر از آدرس حکومت پاکستان است. آیا مشخصا پیام و پیامد این سفر چی خواهد بود؟ خو ما در طول چه دبا آینده ورزی او گرو چی ددی دغه سفر آیا ددی دغه گفتار چی دی وای دبا صادقانه ثابت سی دبا کدی او غواړي په صداقت پاکستان کومک کوله سی خو ډیر کومک سپارته پاکستان کوله. گمان شما چیست؟ آیا این سفر با نتیجه در مناسبت ما په فکر قطعا نه دا یو سمبولیک سفر دی، چون کی په دی اخر کې روابط ته پاکستان او افغانستان د خرابېدو خواته تللی او فقط دی د پر د دې چې نورم د افغانستان او د پاکستان په د دوړ حکومتو ترمنځ روابط کما په سابق دغه سی وساتل سي او د خپل کارو کې زما فکر بل نتیجه باور نه کی او دا بو ګور خدای دی و کی چې نوې صدر اعظم د پاکستان نوې حکومت ته پاکستان نوې حکومت ته پاکستان چې پراس کې هغه نواز شریف ته یا عمران خان دی عمران خان پتوای تاسو ویل دي چې د خپل کمپاینو کې آقای بارزای مشخصا تغییر در دولت پاکستان در تغییر در سیاست این کشور نخواهد، مشخصا در رابطه با روابط کابل اسلام آباد نخواهد. ما په خپل فکر در روابط په پیچلی کې اما سم بنسی دا نواز شریف هم مش پیژنو، سابق هم د حکومتونو کې پاکستان کې، عمران خان چون کې نوې دوم سړی راغلی د پاکستان په سیاست کې د خبري په کمپاینو کې تاسو باوریدلې، او سرتاج عزیز هم په خوانی ډیپلوماټي د ډیره په خاصه د افغانستان په موضوع کې، حتی د ډاکټر نجيب په وختو کې هم د فکر کوم چې دخلو، نو فکر نه کوم چې خاصه نتیجه دی ورکړه. دا باینده ورځي د دې خبرو جواب ورکړي چې آیا دی په صداقت وغوړي ولی نه، اما خدا ثابت سید چې پاکستان هیڅ وخت د افغانستان سره پر خپل وعده باندې وفا نه کوي. سپاسګزارم و ادامه این بحث تا لحظات دیگر. تماشاگر آماج به گونه زنده از یک هستین. آقای اوریا، با این که اسلام آباد هر بار تاکید میکند که صلح و ثبات و برقراری صلح در افغانستان مشخصا به گونه صلح و ثبات در منطقه است و یکی از پیامدهای صلح در افغانستان ثبات در پاکستان است، با این که هر بار مقامات ارشد پاکستانی این حرفا را تکرار میکنند، اما امروز مشخصا سرتاج عزیز مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان میگوید که ما به گونه تشویق میکنیم طالبها را بر روند صلح افغانستان و مسائل تسهیلاتیش فراهم میکنیم، اما تضمین کرده نمیتونیم. با توجه به این که اگر صلح و ثبات در افغانستان باعث ثبات در پاکستان شود، چرا سرتاج عزیز یک پیام روشنتر از این برای مناسبات صلح در افغانستان ارائه نکرد؟ سوال جالبی هست. ما نخست میخواییم مقدمتا حضورتان عرض بکنیم که با بلند شدن لوحه طالبان در قطر و با پایین شدن از او، نوع بنبست بین کرزی و اسلام آباد به ارتباط پروسه قطر با وجود آمده بوده و دوبار نواز شریف حامد کرزی دعوت کرد و در بدلش حامد کرزی تقاضا کرد که
سرتاج عزیز بیه و توضیحات بیشتر بده. و امروز سرتاج عزیز فقط چند هدف داره. یک، میخواد توضیحات بیشتر بده و نوی حامد کرزی دلجویی بکنه. حالا مشخصا توضیحات سرتاج عزیز در پیوند به چیست؟ در پیوند به دفتر قطر. چرا امارات لوحش بلند شد و چرا پس پایین شد، چرا بسته شد، چرا باز شد. توضیحات بیشتر میده، کرزی نوی دلجویی میکنه و رضایت از او را کسب میکنه و زمینه سفر کرزی به اسلام آباد مساعد می سازد. آقای اوریا، مشخصا حکومت افغانستان و دقیقا رئیس جمهور کرزی واکنش جدی بر افراشته شدن بیرق طالب ها داشت. آیا می توانند به گونه سرتاج عزیز دلجویی کنند بر رئیس جمهور؟ بله، فقط وظیفه از دلجویی کردن است. حالا با کدام ساختار و با کدام میکرز مشخصا دلجویی میکنه رئیس جمهور؟ خب، این که در پشت پرده چی گپی است، خب گپی جدا هست. مگر پروسه قطر مدیریتش با دست پاکستان هست و حامد کرزی قسم دلجویی خواد کرد با میکانیزمی که پاکستان در اختیار داره با او بپیوندد، قبلا با او پیوسته بوده و با گمان اغلب رضایت حامد کرزی به دست میره و دعوتنامه رسمی را هم برشان تسلیم میکنه. آجندایی که بر رئیس جمهور کرزی ارائه خواهد کرد و یک بار دیگر رئیس جمهور متقاعد بسازه بر بازگشایی دفتر چی خواهد بود؟ ببینید، یک، دلجویی حامد کرزی است. دو، تسلیمی دعوتنامه هست و به دست آوردن رضایت حامد کرزی است. دو دیگر. آقای اوریا، یک بار دیگر ما تاکید میکنم که رئیس جمهور کرزی واکنش جدی بر دفتر قطر داشت و در آخر رئیس دفتر رئیس جمهور هم با مصاحبه که با تلویزیون یک داشت گفت دفتر قطر به گونه یک توطئه است برای تزیه افغانستان. با اینکه عدم آمادگی روانی در میان حکومتداران افغانستان و همین جبهه حاکم، آیا یک بار دیگر رئیس جمهور آماده به این خواهد شد؟ اکثرا صحبت های غیر مسئولانه هست که از ارگ شنیده میشه. با تمام پروسه قطر که مدیریتش به دست اسلام آباد است، ارگ ما موافق بوده، فقط در بلند کردن لوحه طالبان با هم اختلاف داشتن و حال دوباره او را دلجویی میکنه و باز هم همین کرزی و همین رئیس دفترش. ولی یکی از شاخص‌ترین موارد دیگر هم که نگرانی حکومت افغانستان را برانگیخت، مصاحبه و تفاهم مستقیم با خود شورای عالی صلح نبود، با آمریکایی ها بود. یکی از موارد دیگر هم فکر نمی کنیم. در پشت پرده از الف تا با یا در تمام موارد بین کرزی، بین اسلام آباد و بین آمریکا تفاهمی وجود داشته. فقط بین اسلام آباد و کرزی یک تفاهم در مورد لوحه و بیرق وجود نداشته که باعث تنش روابط شد بین حامد کرزی و اسلام آباد. و فعلا سرتاج عزیز میخواه اینمینجا حامد کرزی دلجویی بکنه و رضایت از ایره به دست بیاره که به اسلام آباد سفر بکنه. اما چیزی که شما سوالتان هست، سرتاج عزیز گفت که ما تسهیل کننده هستیم، یک. و سرتاج عزیز میگه که ما مداخله نمی کنیم، کشورهای دیگر هم مداخله نکنه. اینجا هست که یک واژه مشترک بین ارگ و اسلام آباد وجود داره، او انحصار هست. اسلام آباد خودش مداخله میکنه، مگر دیگرها را میگه، دیگر کشورها را میگه شما مداخله نکنید. ارگ هم خودش در پشت پرده با اسلام آباد زد و بند داره، مگر برای احزاب سیاسی و جامعه مدنی میگه شما سر جایتان بشینین. یعنی این هر دو میخواه که پروسه صلح را در انحصار، پروسه قطر را دیگه در انحصار خود داشته باشه و نوع معامله را اینا در غیاب مردم افغانستان و در غیاب سایر کشورهای منطقه انجام بده. توجیهی که آقای سرتاج عزیز داشت این بود که مداخله ما بر گروه طالبانی است که ما میتونیم تسهیلات فراهم کنیم و به گونه اینا را تشویق کنیم برای اینکه روند صلح در افغانستان به نتیجه برسد. اما تضمین نمیکنیم اینمی روند. ببین، دو با داشت، یکی که ما مداخله نمیکنیم کشورهای دیگه مداخله نکنه. دوم، ما تضمین نمیکنیم، ما تسهیل کننده هستیم. طالبا حرف ما را میشنوه و حرفای ما تاثیرگذار است، کفایت میکنه. این بدان معنی است که مدیریت طالبا و مدیریت قطر به دست اسلام آباد هست. ولی مشخصا خود پاکستان هم نگران است از وضعیتی که در افغانستان است. حالا پرسش من اینجاست آقای ریا، مشخصا با این که نگرانی در درون افغانستان باعث بی‌ثباتی در پاکستان میشود، چرا سرتاج عزیز پیام روشن‌تر از این را افاده نکرد؟ ببینید، سلی که ما میخواییم، سلی که اسلام آباد میخواه و سلی که حامد کرزی میخواه، این از هم از بیخ و بن متفاوت است.
مردم افغانستان صلح عادلانه میخواه، مردم افغانستان یک آشتی ملی میخواه. که اگر کوتاه بگین آقای اوریا، بالاخره پاکستانی ها چگونه صلح را میخوان؟ امیر بر طرز میکنید بفرمایید. اول مردم افغانستان چی صلح میخواه؟ مردم افغانستان یک صلح عادلانه میخواه، مردم افغانستان یک آشتی میخواه که منجر به ثبات دائمی در کشور شود. اما اسلام آباد یک صلح میخواه در افغانستان و در منطقه که منجر به تحقق عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان شود. حامد کرزی صلح را در افغانستان میخواه که منجر به بقای خودش در قدرت شود و او هم به همیاری و همکاری اسلام آباد. پس در اینجا صلح از سه زاویه باید ببینیم و از سه زاویه باید ارزیابی شود و هر جهت منفعت خود، اهداف خود در صلح جستجو میکنه. سپاسگزارم آقای اوریا. آقای فرمولی، حالا گفته میشود که این بار سرتاج عزیز با پیام واضح‌تر آمدند. پیش از این که سرتاج عزیز وارد کابل شود، نخست وزیر پاکستان آقای نواز شریف هم گفت که ما این بار نماینده خود با یک پیام روشن‌تر از هر زمان دیگر میخوایم به کابل بفرستیم. اما حرفایی که آقای اوریا گفتند که مشخصا آجندای آمدن و سفر سرتاج عزیز یک دعوت رسمی رئیس جمهور کرزی به پاکستان است و دیگر بگونه یه دلجویی رئیس جمهور به خاطر بازگشایی دفتر قطر است. به نام خدا، عرض سلام خدمت شما، خدمت دوستای حاضر ما در میز، همکارای تکنیکی شما و بینندگان محترم تلویزیون شما. اگر اجازه باشه میخوام سفر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی آقای نواز شریف از ابعاد مختلف با مباحثه بگیریم. ما فکر میکنیم چند تا گزینه وجود داره، چند تا دلیل آشکارا بر حضور آقای سرتاج عزیز امروز در کابل وجود داره. بزرگترین دلیلی که امروز وادار ساخته حکومت پاکستان، خصوصا مشاور امنیت ملی آقای صدر اعظم نواز شریف به کابل، جایی که امروز در دنیا حاکم است در روابط بین الملل، بالاخره پاکستانی ها را وادار میکنه تا به کابل سفر داشته باشن و از آقای رئیس جمهور مجددا خواهش بکنه تا به پاکستان سفر داشته باشن. آقای فرمول، مشخصا جایی که در روابط بین الملل حاکم است چیه؟ شما ببینید که امروز دنیا، یعنی یک اجماع جهانی در راستای پاکستان وجود داره که پاکستان منبع تروریسم است. پاکستان کشوری است که تروریسم تمویل میکنه، تشخیص میکنه و به افغانستان میفرسته تا در مقابل. ولی آقای فرمولی گفته میشه یکی از کشورهای و ابرقدرتای فیلی که آمریکایی‌ها باشن و نبرد علیه افراطیت رو در منطقه اعلام هم کردن، روابط خوب اسلام آباد واشنگتن محسوس است. ببینید، در حوزه دیپلماسی زمانی که یک کشور میخواد دیدگاه خود و کشور دیگه اعلان بکنه، نمیتونه مستقیم اما حرفایش هم رک و صاف بگه. شما باید دارین که امروز آمریکایی ها، ناتو و جامعه جهانی همیشه با این دیدگاه نسبت به پاکستان برخورد میکنه، کلید حل مشکل افغانستان در دست پاکستانی است. زمانی که واژه کلید حل مشکل افغانستان در دست پاکستانی از طرف جامعه غربی مطرح میشه، چه معنا را میتونه برسانه؟ معناش کلا نمی است که یک نوع غیر مستقیم به پاکستانیا این ذهنیت تلقین میکنه که شما هستین که جنگ در افغانستان تداوم میتین، شما هستین که هر روز انفجار میکنید. آقای فرمولی، با توجه به اینکه کلید تمام موارد نگرانی در افغانستان به دست پاکستانی ها است، ولی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور میگه که یکی از نگرانی های مهم حکومت افغانستان پاکستانی است. این در حال است که فرمانده و قماندان اعلی نیروهای ناتو در افغانستان میگه که نگرانی ما با القاعده است. ببینید، زمانی که شما از طالبا بس میکنید، زمانی که شما از القاعده بس میکنید، طالب و القاعده لازم ملزوم یکی دیگه است. اگر ما فرصت بدین یک کمی کوتاه در ارتباط علل و عواملی که پاکستانی ها، خصوصا حکومت تازه پاکستان، وادار میکنه که امروز در کابل حضور فیزیکی داشته باشه و مجددا از آقای رئیس جمهور خواهش بکنه با پاکستان سفر بکنه، یکی همی جایی که امروز در منطقه و در کل در جهان حاکم است. دوم، ذهنیت ضد پاکستانی در داخل افغانستان در بین شهروندان سرزمین دال شکل گرفتن است. اجازه بدین که یک مثال بسیار زنده و جالب خدمت شما عرض برسانم. امروز تلویزیون رادیوی آزادی یک گزارش را پخش میکرد که شهروندان افغانستان، خصوصا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان، پیام گذاشته بودند به رادیوی آزادی و در ضمن از طریق تلفن دیدگاهشان نسبت به سفر سرتاج عزیز و کابل بیان میکرد. چیزی که بسیار جالب بودی بود 19 20 شهروند سرزمین از ولایت شرقی و جنوبی افغانستان که پاکستانی ها این اشنو ولایت شمالی و شرقی و جنوبی افغانستان عمق استراتژیکشان تلقیم میکنن، یکسره مخالف حضور آقای سرتاج عزیز در کابل بود. حتی تعداد از اینا خوانزی بودن که امروز با در کابل تعداد از شهروندان سرزمین
با مظاهره با دست بزنن، این تقبیه بکنن حضور سرتاج عزیز هم نیست نماینده ارشد آقای صدراعظم پاکستان. و نکته دیگه که بسیار جالب است، شما این را نباید فراموش بکنیم که حضور سرتاج عزیز امروز در کابل یک نوع دلجویی میتونه باشه که ما با حرفای آقای یوریا موافق هستم. پاکستانی ها میخوان اما فضای تنش آلودی که میان اسلام آباد و کابل ایجاد شد اینه میره بناوی از آنها باید بسطلا بردارن تا جامعه جهانی را متقاعد بکنن که پاکستانی ها خواهان تامین صلح در افغانستان هستند، خواهان همکاری با شورای عالی صلح افغانستان است. ولی از دید ما با باورمند هستم که هنوز بسترسازی مناسب برای تامین صلح فراگیر در افغانستان. آقای فرمولی مشخصا دیدگاهی که آقای اوریا داشت، گفتن که بگونه رئیس جمهور را میخواهد دلجویی کنه بر بازگشایی دوباره دفتر قطر که مدیریت این را پاکستانی ها داشته باشد. اما رئیس جمهور کرزی واکنش تند علی این دفتر داشت و قسمی که من پیشتر هم ذکر کردم که اخیرا رئیس دفتر آقای خرم گفت که دفتر قطر بگونه توطئه بود علی تجزیه افغانستان. ای کاش این دیدگاهی که روز رئیس دفتر آقای رئیس جمهور کرزی اعلان میکنه که این یک توطئه در مقابل حکومت افغانستان ملت افغانستان است، در نخستین روزایی که روی این پروسیجر تعهد صورت گرفتون آگاهی میداشتن، من فکر میکنم در روند صلح افغانستان نه حکومت کابل جناب آقای رئیس جمهور اونا میگن افاده اونا و توجیهی که حکومت افغانستان دارد به گونه میکانیزم و ساختار دفتر قطر به گونه دیگر بود ظاهرا، ولی پشت پرده حرفای دیگر صورت گرفت. من میخوام با استفاده از فرصت بگویم که نه حکومت افغانستان، نه پاکستانیا و نه آمریکایی‌ها در روند صلح افغانستان صادق هستند. هم دولت افغانستان حتی سفر اخیر سرتاج عزیز همچنان شما به یاد دارید در طول 11-12 سال گذشته بعد از سقوط طالبان در افغانستان ما شاهد چندین سفر مقامات عالی حکومت پاکستان به کابل و از کابل برخلاف اسلام آباد بود. همیشه پاکستانیا تعهد میکنن در راستای تامین صلح و همکاری مشاوره با حکومت افغانستان. نخست وزیر پاکستان تاکید میکنه بر روشن‌تر بودن موضوع پاکستان در قبال صلح افغانستان، یک بار دیگر عدم صداقت شان نشون میدن. کاملا من فکر میکنم که عدم صداقت طرف پاکستانی در روند صلح افغانستان بالاخره شهروندای سرزمین به یقین میرسونه که پاکستانی کاملا صادق نیستن. سپاسگزارم. آقای بارکزایی میشه بگوین یکی از موارده که آقای سرتاج عزیز در نشست خبری که با قائد المی رسول داشت در وزارت خارجه اونو تاکید خیلی زیاد بالای رهایی 26 تن طالبه که از آدرس شورای عالی صلح تقاضا شد، یعنی از آدرس حکومت افغانستان، سر از او خیلی پافشاری کردن و تاکید کردن با توجه به اینکه اونا گفتن نقش تسهیل کننده و تشویق کننده به گروه طالبان میتونن وارد کنن، یک بار دیگر تاکید بر رهایی زندانیان ارشد طالبان کردن. آیا مشخصا نقش تشویق کننده و تسهیل کننده یعنی یا رهایی زندانیان طالب خواهد بود؟ ما مخکم در طوله چی ده اغا واضح پیام ده افغانستان خلقو تا داو کم طالبان په پاکستان کې زندان ته تللی دي، هغه طالبان تللی دي چې دی د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو لیوالتیا درلوده او دی تصمیم درلوده چې د افغانستان د حکومت سره د خبرو میز ته کښینی او دا جنگ ته خاتمه ورکړي او د پایتخت ورته کښیږدي. هغه اکثر مشران یې د پاکستان په جلو کې ووژل سول، نور هم په قید کې دي، په سوو خلک ډیر خلک. اما دا چې هغه وخت دی په دې ګناه دا طالبان ونیول چې ول د افغانستان د حکومت سره بدون د پاکستان د ایسای بیا او د پاکستان د پوج به مشورې خبرې کوي د خلک بندیان کړ، بیا چې د صلح مکررن د صلح د شورا د غشتنه او چې د بندیان دی لسی افغانستان ته دی وسپارل سي کستاس پیادی د ملا برادر په باب څو ور د افغانستان حکومت د غشتنه وکړي چې دی آزاد سي د افغانستان حکومت ته وسپارل سي دا ونسوله په واسه د طالبان چې هغه مغزه ش پرېوله هغه علاقه په کم ادرس علاقه چیرې دی هغه خلک د صلح د شورا سره چیرې کښینستله کم پېستله شجری دا افغانستان خپل توارخ ما په فکر پاکستان نه ده شما به پردازین که نقش تسهیل کننده و تشویق کننده که پاکستانی ها میتونه در مناسبات صلح افغانستان داشته باشه چی است؟ ما در طول پاکستان داشت کولای گور ما در طول چې دغه د طالبانو یل کېدل د افغانستان هیڅ په خیر نه دی، د افغانستان د صلح د پاره یو ذره پیده او مفاد د خپل ځان سره نه دی راوړی. ما ته په مشکل کې چیرې کچيري ما د طالبان را مې کنه رمې زندانی خبر زتات خبر پرکم اصلا کسته پیادی هغه وخت چې د 11 دسمبر پیښه وسوه امریکایانو غوښتل چې افغانستان باندې حمله وکړي، افغانستان د افغانستان د طالبانو د ټولو مراکزو کوردینات او استخباراتي معلومات پاکستان امریکا ته ورکړل سیده، او پاکستان په زرت دی وی ورځ کې دی د یو افټی کې د طالبانو د یو منظم نظام په چپکېدو کې د امریکا سره کومک وکړي.
وس هم که صادقانه راسی پر حقیقت خبرو کو ک امریکا و غړی چې په افغانستان کې صلح راسی. سپاسگزارم آقای بارکزایی و ادامه این تحلیل تا لحظات دیگر. دوباره خوش آمدین تماشاگر آماج از یک هستین به گونه زنده. آقای اوریا، همواره مقامات ارشد حکومت افغانستان شاکیز از عدم صداقت پاکستان در مناسبات صلح در افغانستان و به گونه حکومت پاکستان را دخیل می دانند در ناامنی های در درون افغانستان و حرفی که امروز وزیر خارجه هم جاست که این حکومت بیشتر از هر حکومت دیگر روی روابط حسنه و دیپلماتیک با اسلام آباد کوشش کرده و کوشش های فراوان به خرج داده. اما آیا محسوس است این که با توجه به این که عمر کم از این حکومت باقی است، کمتر یا بیشتر از 6 ماه دیگر از حکومت فعلی باقی است، پاکستانی ها در این فرجامین روزهای قیادت ریاست جمهوری فعلی آماده شوند برای اینکه صداقت خود اعلان کنند؟ سوال خوبی هست. نخست صداقت، مسئولان دولتی کابل نباید اینقدر ساده با قضایا ببینه و از پاکستان طلب صداقت بکنه. نخست خود اینا بگوید که اینها چقدر با منافع ملی خود صادق بوده و چقدر با منافع مردم خود صادق بوده، در طول 12 سال گذشته صادقانه گام برداشته که چنین نبوده. وقتی که اینها چنین نبوده، پاکستانیا هیچ وقت بر منافع ملی ما صادق نبوده و صادق نیست و اصلا صادق بوده نمیتونه. اونا برای منافع خود صادق است و نهایت صادقانه به خاطر تامین منافع خود کار میکنه. حالا مشخصا سفر اخیر سرتاج عزیز چگونه میتونه تمثیل کننده منافع شخصی خود پاکستانی ها باشه؟ همی که ما گفتیم که حامد کرزی دلجویی میکنه، حامد کرزی رضایتش به دست میاره، حامد کرزی وادار میسازه که به اسلام آباد سفر بکنه و حامد کرزی وادار میسازه در اسلام آباد که پروسه قطر مطابق به مدیریتی که اسلام آباد میکنه باید امراش همگامی بکنه و در این میکانیزم گام برداره. اونا صادقانه به خاطر منافع خود کار میکنه. مگر حکام ما قطعا منافع ملی خود فراموش کرده، صادقانه برای منافع ملی خود کار نمیکنه. همینجاست که اینا دور و در تجرید از ملت قرار گرفته و یک پیچیدگی خاصی را که حامد کرزی در پروسه قطر ایجاد کرده در بین اقوام پشتون تفرقه ایجاد میکنه. یکی از آرزوهایشی است که یک نفر از پوپلزایا باید در دفتر قطر باشه که سر برخی کسایی که زندانی زیاد فشار وارد میکنه علتش همیست که بعد میخوای اینا را در دفتر قطر روان بکنه. حالا مشخصا رئیس جمهور با این افاده که داره چی را میخوای ما میخوایم عرض بکنیم که بایی که ملا عمر داری دور آخرش یکی از پوپلزایا را روان کرد با دفتر قطر و تا حامد کرزی تفهیم بکنه. حامد کرزی همه چیزی را از یک زاویه نهایت تنگ قومی خود میبینه. در همین 34 ولایت حوزه جنوب غرب غیر از قوم پوپلزای همه اقوام سر بریدن رهبرایشان، هیچ کس را زنده نمانده و اصلا در قدرت نیستند دیگر. و حامد کرزی فقط میخواد که در هر جا باید پوپلزای حاکم باشه، در هر جا باید پوپلزای صلاحیت داشته باشه. همینجا هست که همین روحیه حامد کرزی زمینه را برای طالبان مساعد کردن که همه اقوام پشتون به شمول سایر اقوام دورانی برای در پهلوی طالب قرار بگیره. از این حکومت باید ناراضی شوه. پس حامد کرزی یک زاوی تنگی را، تنگ و تاریکی را میخواه که پروسه صلح افغانستان ببینه و گام برداره. که سپانتا در یه وقت اشارات خوبی در این مورد داشته، ما او را تایید میکنیم. پس این عمل کرده حامد کرزی بایی که کشور ما رو با صلح و ثبات نمیبره. ولی آقای اوریا، مشخصا مردم شاکیس از این که مقامات ارشد حکومت افغانستان در فرجام لحظات از اقتدار خود افشاگری میکنن. میتونستن ایجاد دفتر قطر و سایر نگرانی هایی که در درون حکومت افغانستان است در اوایل او رو افشا کنن و به ملت افغانستان آشکارا بسازن. هیچ چیزی افشاگری نکرده، حال که اینا شعار میده که پاکستان افغانستان تجزیه میکنه. آیا بیاین یک لحظه فکر بکنیم پاکستان آن توانمندی و ظرفیت داره که افغانستان رو تجزیه بکنه؟
چرا اینای قدر خوار و زبون میشه از پاکستان؟ میترسه که پاکستان پردا میه افغانستان تجزیه میکنه، باز یک رئیس دفتر میه بر یک چوکی کلان میشینه، چون این حرفای بزدلانه و تپلانه را میزنه. بزرگترین قدرت های دنیا نتوانسته افغانستان تجزیه بکنه، بزرگترین قدرت های دنیا نتوانسته افغانستان تسخیر بکنه، پاکستان چطور میتونه؟ مگر این حکام بزدل ما بوده، این حکام ناکام ما بوده که زمینه را برای پاکستان مساعد ساخته که اونا در اینجا چنین اعمال را انجام بده. اما میایم سر قسمت آخر سوال شما. در 8-9 ماهی که از این حکومت باقی مانده، قطعا ممکن نیستن که این حکومت در جهت پروسه گام برداره که منجر به مذاکرات بین الافغانی با همکاری جامعه جهانی شود. در شرایط کنونی تیم حاکم صد بزرگی است در پروسه صلح، و تیم حاکم آن صدی است که با گذشت هر روز موجودیت این تیم تشنج می آفرینه و خشونت می آفرینه، و تا زمانی که این تیم حاکم هست ممکن نیست پروسه صلح به شکل عادلانه و به شکل آقای ایران میخواین بگین یک بار دیگر این سفر به گونه تجملی است؟ نه، با سر تیم حاکم که خودش تیم حاکم ما، یعنی تیم حاکمی که متعلق به حامل ولی یک طرف قضیه هم پاکستانی است که این بار حامل یک پیام روشن گفتن. ببین مشکل ما هم اینجا هست که یک طرف قضیه ما پاکستان نیستن. شما فکر میکنین که پاکستانی این بار واقعا آماده هستن؟ ما عرض کردیم که پاکستان واقعا آماده است منافع خود تامین بکنه، نه به خاطر منفعت ما. حالا مشخصا طرح برای منافع و استقرار صلح در افغانستان ندارن. پاکستان به خاطر تامین منافع خود مکانیزم قطر ایجاد کرده و را مدیریت میکنه و تیم حاکم میخواد این مکانیزم هماهنگی بسازه. مگر جهت مقابل ما تنها پاکستان نیست، پاکستان یک بخشی از مشکل افغانستان هست. سپاسگزارم. اجازه بدین این موردی که شما گفتین با آقای بارکزای هم شریک کنیم. اگر کوتاه بگوین آقای بارکزای که آیا رئیس جمهور واقعا دنبال فوقیت دادن به قوم خاص به نام پوپلزایی ها است، به خاطر از این مورد چنین نگرانی ها وجود دارد؟ اگر خیلی کوتاه بگوین. دا خود استاد پل نظر در کم زاچ مات معلومات است په ټول کابینه کې د افغانستان یو پوپلزی موجود نه دی. د افغانستان په څلور دیر شوالیانو کې یو والی پوپلزی نسته. په ټول افغانستان کې په ډیره ټیټه کچه قدرتوم چې یو قومندان د امنیې به پوپلزی چې هغه هم د روزګان په ولایت کې اشد ورته ضرورت دی. اگر کوتاه بینا په مورزه کې مشخصا رئیس جمهور چنین طرحی را ندارد، خو موږ ته تر خپل محسوس شوی نه ده. زما فکر اما ګوره اصلي ټکی ته چې سر راسو، د دغه سرتاجزیز راتک د پاکستان پیشنهاد د افغانستان د لپاره قطعاً په خیر دمره برمیګردیم، چې ترڅو امریکا صادقانه قدم وانخی او پاکستان دې تراکش نه کړي، ځکه پاکستان په خپل سر هیڅ اقدام نه کړي او نه کولای شي. دا تاریخ ثابت کړی ده. د خپل خلکو په سترو کې به خاور نه شو، خپل خلک به نه خطاباسو. دغه پاکستانو چې په یواب ته د امریکا سر کومکو کې د طالبانو نظام چپاکی، دا پاکستانو چې د امریکا په مشوره طالبان ته برته ځای ورکړي. آقای فرمولی گفته میشود که مقامات ارشد حکومت پاکستان گفتن که همواره مقامات ارشد حکومت افغانستان اتهام وارد میکنه علیه پاکستانی ها که شما به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به ناامنی های درون افغانستان دست دارین، اما مقامات ارشد این را رد کردن و گفتن ادامه اتهام وارد کردن به پاکستانی ها منجر به تعلل و منجر به یک بار دیگر به نگرانی های پروسه صلح خواهد شد. فکر میکنین که این یک پیشنهاد دیپلماتیک است و یک اخطار به حکومت افغانستان؟ ببینید شما اگر صحبت های آقای سرتاج عزیز به صورت بسیار دقیق و جدی مطالعه کرده باشید، یک پیام واضح فکر میکنیم تا حد داشت. آقای سرتاج عزیز در خلال صحبتاش گفت که پاکستان فقط میخواهد سهولت ایجاد بکنه برای روند صلح در افغانستان، ولی نمیتونه تضمین بکنه صلح در افغانستان. ما فکر میکنیم یک پیام واضح به حکومت دولت مردان و حکومت کسانی که در رأس حکومت افغانستان قرار داره میتونه باشه. زمانی که سرتاج عزیز میگه ما صلح در افغانستان نمیتونیم تضمین بکنیم، چه معنا داره؟ معنایش این است که میخواهد یک پیام غیر مستقیم به دولت مردان افغانستان داشته باشه که شما من بد نمیتونین ناامنیایی که در افغانستان اتفاق میفته، بی‌نظمی‌هایی که در افغانستان اتفاق میفته، منبع همه بی‌نظمی‌ها رو حکومت پاکستان داشته باشه. حالا مشخصا امی طرحی که مقامات ارشد پاکستانی داشت، این یک خواهش است یا یک اخطار بود؟ من فکر میکنم اگر نفس امی پیام آقای سرتاج عزیز ما به صورت بسیار دقیق
و از امو بستلا فلتر سیاسی را به مطالعه بگیریم، من فکر میکنم که یک اخطار نسبی به حکومت افغانستان باشه که دیگه شما حق نداره من بعد هر آن مشکلی که شما در افغانستان دارین این را بالاخره ارتباط بتین به پاکستانیا. و در ارتباط موضوع دیگه میخواستم خدمت شما عرض برسانم که نباید شهروندان سرزمین، مردم افغانستان، مردم عوام افغانستان و در کل حکومت افغانستان یعنی یک توقع بیجا و بی‌حد داشته باشه که بتونه در طول 7-8 ماهی که از عمر حکومت آقای کرزی داشته ما باقی مانده ما شاید یک صلح فراگیر در افغانستان باشیم. این منطقی نیست که آقای کرزی بتونه در ظرف 7-8 ماهی باقی مانده از حکومتش در افغانستان صلح تامین بکنه. در طول 4-5 سال گذشته و در کل در طول 10-11 سال گذشته که آقای کرزی نتونست بس صلح در افغانستان تامین بکنه، این منطقی نخواهد باشه که بتونه در ظرف 7-8 ماه دیگه بس طلا تامین صلح شه. و در ارتباطی که پیشتر شما اشاره کردین که گویا حکومت افغانستان برای اولین بار است که در روند صلح افغانستان افشاگری ها میکنه، این معنا داره که اگر حکومت افغانستان واقعا متحد می بود برای روند صلح در افغانستان و خان عظیمی بود که در افغانستان صلح تامین میشد، از آنچه که در روند صلح حکومت افغانستان با مخالفین و با آمریکا اتفاق میفتید شهروندای سرزمین بود در جیجان میگذاشت. بزرگترین مشکل در کشورهایی که تازه از بستر جنگ میخوان طرف صلح امنیت برن است که اونا شهروندایشان نمیتونن در جیران واقعیتایی که در گفتگو فرمولی وقتی که مقامات ارشد حکومت افغانستان در نخستین لحظات نمیتونن افشاگری کنن و در واپسین روزهای از اقتدار خود افشاگری میکنن، مشخصا چی را میخوان آشکار بسازن؟ در پای چی هستن؟ آیا میخواین بگونه خود را براحت بتن؟ ببینین حکومت افغانستان ما فکر میکنم باورمندی و یک صلح فراگیر در افغانستان نداره. چرا نداره حکومت افغانستان؟ اگر یک صلح فراگیر وزیر خارجه کشور هم گفت که یگانه حکومتی که تلاش بسیار زیاد در مناسبات حسنه با اسلام آباد کرده حکومت فعلی رئیس جمهور کرزی است. ببینین بقای حکومت حاکمیان حاکم در افغانستان در جنگ و بی‌نظمی در افغانستان بیشتر میتونه تمثیل شه تا اینکه ما یک صلح فراگیر در افغانستان داشته باشیم. شما اگر تشکیل شورای عالی صلح افغانستان مشخصا بقای حکومت با جنگ و نارامی با کدام ساختار میتونه کاملا شما ببینید اجازه بدین در ارتباط شورای عالی صلح افغانستان یک کوتاه خدمت شما عرض داشته باشم. شما تشکیلات شورای عالی صلح افغانستان میبینین بیشتر کسایی است که اینا جنگ سالارا هستند. 60,000 شهروند کابلی ما را همیش جنگ سالارایی که امروز در تشکیل شورای عالی صلح افغانستان حضور دارند، شهروندای کابلی ما را به کام خون کشانیدن. چطور ممکن است که برادرای مخالف ما که اگر طالب باشم اون واژه جناب آقای رئیس جمهور هم استفاده بکنم اونا را برادر خطاب میکنه، چطور میتونن باورمند به این باشن که چند تا جنگ سالاره که گرد هم نشستن یک تشکیل ائتلافی را جور کردن از آدرس صلح با طالب صحبت میکنن؟ آقای فرمولی وقت هم خیلی کم است، اگر کوتاه بفرمایید. مشخصا حرفایی که شما داشتین تداوم قدرت فعلی و تیم حاکم در حلقه ارگ با ایجاد نگرانی ها و تنش های درون حکومتی میتونه باعث شود که این اقتدار تداوم پیدا کنه. مشخصا میکانیزم و ساختار حکومت چگونه میتونن با جنگ اقتدار خود را تداوم بتن؟ اگر کوتاه بگویم، اگر قرار باشه که ما از دید یک جوان تحصیل کرده کابلی حرفای داشته باشم در ارتباط به نظام آقای کرزی، اگر فردا یک صلح بر مبنای عدالت اجتماعی اسلامی در افغانستان تامین شه، اولین کسانی که از گلوی امی جنگ سالارایی که امروز در حکومت افغانستان سهیم هستند، در شورای عالی صلح افغانستان هستند، از گریبان از اینا خواهد گرفتیم، از اونا خواهند پرسیدیم که شمایی که 11 سال مشخصا پاسخ من تا هنوزم دریافت نکردم، حکومت با تداوم جنگ چگونه میتونه اقتدار خود را و تداوم خود را ادامه بده؟ کاملا سوال خوب است. اگر شرایط در افغانستان قسمی که فعلا پیش میره ادامه پیدا بکنه، حکومت میتونه تداوم پیدا بکنه. شما سر صدای را در ارتباط ما انتخابات هم در پیش شما داره. سر صدای را در ارتباط لوی جرگه‌ای که انقریب قرار است در کابل برگزار شود، یکی از اهداف اساسی و کلیدی لوی جرگه‌ای که قرار است در کابل بسلا برگزار شود تداوم نظام حاکم است. نظام حاکم به هیچ وجه حاضر نیست که انتقال قدرت سیاسی در افغانستان صورت بگیره. ما باور دارم اگر حکومتی که در آینده از بستر مردم تشکیل میشه، حکومتی که از این فراگیر از افغانستان میتونه تشکیل شود، فردا میتونه از رئیس جمهور پرسان بکنه که در طول 12 سالی که شما در افغانستان اقتدار داشتین چقدر جفاها و رنجها را بر این ملت شما تحمل کردید. سپاسگزارم. آقای بارکزی، مشخصا اعضای شورای عالی صلح جنگ سالاران است که خودشان در مناسبات و در پیوند به نگرانی های افغانستان سهیم هستند و گونه‌ای، و حکومت هم با ایجاد دهشت و نگرانی در پی اقتدار و تداوم قدرت خود است. مشخصا دیدگاه شما چیست؟
نو خما مخک در ټول چې د هر چا خپل نظر د زما فکر خو د صلح علي شورا د کم ساختار چې اوس موجود دی د دې سه هیڅ وخت دا تمن کیږي چې د طالبان سره صلح وکي امکان لري داسې عذاب د صلح پالي شورا کېسته چې هغه په تالار کې مطلق د طالبان سره خبرې کول ردی او د طالبان سره صلح ردی لکه غای موقق زبینوم درته واخم هغه د صلح د علي شورا غړي هم دی او یګانه کس چې د طالبان سره د خبرو او د صلح سره سخت مخالفت په تالار کې غای محقق دا څنګه انانوی و باعث میشه که ما یک شورای به نام عالی صلح داشته باشیم و از شخصی که شما نام گرفتین اونا هم ارادی نداره برای از اینکه صلح با طالبان صورت بگیره. بالاخره رئیس جمهور با چنین تشکیلات دنبال چیست؟ نو خدا ما در تو چه دیر داشت تشکیلاتون په دولت کې ستا چی پاغه کې نیمګړتیاوی او مشکلات موجود دي. کدا مشکلات نه وای دا دولس کال به د افغانستان خلکو دغه سدغم پر بستر نه تیرولای. په دې کې هیڅ شک نسته. خو ما در تو داسې نه تنها چې دا یو څوک مادریات کې کېدای شي نورم داسې اشخاصي د صلح شورا باید داسې خلکو سره جوړ شوی وای چې نه وابسته په حکومت پورې وای او نه وابسته په طالب پورې وای. موږ ملي شخصیتونه ډېر لرو داسې خلک چې حتی لا چې د چا په وینو سور هم نه دی وینه په وینو نه پرېول کېږي. جناب جبران صاحب وینه په اوبو پرېول کېږي. د صلح دپاره یو درېمګړی ته ضرورت شته. درېمګړی هغه څوک جوړېدای شي چې هغه خپله صحیح نه وي. شورای عالی صلح کی حامی بودن ما در تو چې باید داسې خلک وای چې نه د دولت په پیلي نظام کې دی وای او نه د طالبانو سره د عضویت ترلودی. موږ ډېر داسې ملي شخصیتونه لرو چې هغه په دغه نظام کې هم نه دي او د طالبانو سره هم نه دي او مشکل هم نه لري. دواړو طرف ته تګ راتګ کول چې د صلح په شورا کې باید دی خلک چې آزاد هر ځای ته چې طالب غواړي هغه ته ورته خبرې وسره وکړي. اشخاص افراد که از گروه طالبان آمدن به حکومت افغانستان صلح کردن اینا خوب آشناستن با زبان خود طالبان نمیتونن صلح در افغانستان بیارن. خو ما در ټول هغه خلک چې راغلي دي د افغانستان د دولت سره یو ځای شوي دي هغو خلکو ته هم داسې موقف او اختیار او امکانات په واک نه دی ورکړل شوی چې دی نور خلک دا غوي ورته تک زړه شو کې ډیر شش خلک د طالبانو د حکومت ډیر قابل شخصیتونه دلته په کابل کې موجود دي. اما دا غوي سره داسې استفاده لکه څنګه چې وړو زموږ نظام او زموږ دولت و نه کړ. یعنی داسې درداسې اشخاص لکه دوستم درداسې اشخاص لکه موقق د یا امثالهم تر دې د وکیل احمد متوکل سره استفاده کېدای شو د دې د ملا سلام زیب سره استفاده کېدای شو د دې فرزند نور داسې شخصیتونه و چې دا وې څه استفاده کېدلې چې د صلح په ارتباط نور خلک هم موږ داسې درلودل. د صلح په شورا کې مشکلات شته. مشکلات وي او زه قطعا په دې نظر نه یم چې دغه صلح د عالی شورا په ادرس په افغانستان ته صلح راځي. سپاسګزارم آقای اوریا. به توجه به حرفهای مقامات ارشد حکومت افغانستان اخیرا آقای اسپنتا مشاور ارشد رئیس جمهور کرزی امور امنیت میگن که بالاخره پاکستانی ها با تلاش خصمانه خود کاسه صبر مردم افغانستان را لبریز کردند و آقای خرم هم دفتر قطر را به گونه توطئه برای تجزیه افغانستان میدانند. اگر فرض کنیم این بار پاکستانی ها با پیام روشنتر واقعا آمده باشند و صادق هم باشند، آیا شما فکر میکنید که در دستگاه حکومت فعلی جو حاکم باشه و از نگاه روانی ما آماده باشیم برای تفهیم؟ ما دو چیز را میخوایم عرض کنیم. نخست شورای عالی صلح یک از مدیریت های کوچک حکومت است و در مجموع حکومت آن ظرفیت و توانمندی نداره که به محور پروسه صلح تبدیل شود. یک حکومت ناکام است و ناکام خواهد بود و ناکام خواهد رفت. اما باید عرض کرد که در افغانستان یک بازی بزرگی وجود داره که وظیفه یا صلاحیت یا ظرفیت یک مدیریت نیست که مسئله را حل بکنه. در یک بعد از این مردم افغانستان هست و در بعد دیگرش جامعه جهانی هست. به نحوی از آنها این دو بعد باید هماهنگ شود، یعنی مردم افغانستان در یک جهت، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان با کدام طرح میتونه مردم افغانستان را هم شریک بسازه؟ نخواست همین حکومت باید در یک مکانیزم وجود داشته باشه، پارلمان کشور وجود داشته باشه، احزاب سیاسی وجود داشته باشه، جامعه مدنی وجود داشته باشه. این یک جهت افغانی شد و یک جهت نیرومند افغانی میشه که در یک مکانیزم باید اینا جا به جا شوه و در جهت دیگری جامعه جهانی باشه، سازمان ملل متحد باشه و تسهیل کننده اصلا سازمان ملل متحد باشه، نه پاکستان. پاکستان خودش مشکل ما است و پاکستان نمیتونه تسهیل کننده باشه. حالا گفته میشود که پاکستانی ها نقش خوب و بسزایی میتونن در مناسبات صلح داشته باشه. نفع خود این کارا میکنه، اما نفع ما مهم هست. نفع کشورهای منطقه و جهان مهم است. پاکستان بر خاطر برقراری صلح در افغانستان هیچ نقشی ندارد. نقش داره به نفع خودش، نه به نفع مردم افغانستان. مشخصا نقشی که در پیوند با صلح به افغانستان هیچ ندارد. نه
نقشش منفی هست برای ما، اما برای خودش مثبت هست. اما برای ما زمان نقش سازمان ملل متحد که تسهیل کننده باشه مثبت است. جامعه جهانی آقای در این آقای آریاواله، همیشه حرفایی که از آدرس نخبگان سیاسی و مردم افغانستان گفته می شود که برخاستگاه خود طالب ها دهشت و افراطیت پاکستان است، حالا پاکستان با مدیریتی که دارد نمیتونه تسهیل کننده باشد در روند سن. پاکستان چرا مدیریت میکنه طالب ها را؟ به خاطر اینکه منافع استراتژیکش در افغانستان و منطقه تامین شود. اما منافع ما در کجا تامین میشه؟ در یک بود ما افغان ها باید در اون یک مکانیزم که قبل عرض کردیم بسیج شویم و دیگه با همکاری جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید به شکل بسیار دقیق در جهت پروسه آشتی باید گام برداریم. و چیزی که مهم است، مشکل افغانستان بر بنیاد جنگ قابل حل نیست، بر بنیاد تفنگ نمیشه در افغانستان صلح با وجود آورد و تنها در با انحصار پاکستان که همه چیز در انحصار پاکستان بتیم هم ممکن نیست در افغانستان صلح با وجود بیاید. پس ضرورت بر آن است که با یک مذاکرات نهایت گسترده افغانی با همکاری جامعه جهانی و سازمان ملل متحد آیستا باشه. اگر گام برداشت دیگر پرسش خود افاده کنم، اگر فرض کنیم این بار پاکستانی ها صادق باشند و پاکستانی ها بتانند نقش خوبی در روند صلح افغانستان داشته باشد، فکر میکنید تیم آکم یک از نگاه روانی آماده است برای پذیرش این مقوله؟ ببینید، تیم حاکم رو باید کاملا کنار بگذاریم. تیم حاکم آن ظرفیت و توانمندی نداره. مشخصا بحث ما روی تیم حاکم است. تیم حاکم فقط میتونه با اسلام آباد معامله بکنه که در نتیجه این معامله خودش ابقا شوه، نه ای که یک صلح عادلانه در افغانستان با وجود بیاد. خب مشخصا این معامله با قیمت چی آقای اوری؟ با قیمت ازی که افغانستان باید به یک بحران جدید بره، با یک بحران جدید بره تا حد منافع پاکستان تامین شوه. و همین مسئولین، فقط یک عرض دیگه داریم، همین مسئولین باید قدرت باقی بمانه. اما میایم سر عدالت. در این 12 سال گذشته جنایت صورت گرفته که تاریخ معاصر افغانستان باید نداره. پس ضرورت بر آن است که بسیار عادلانه در همین 34 سالی که جنایت شده، عدالت انتقالی در تمام این پروسه باید تامین شوه. او زمانی است که ما میتونیم عدالت تامین بکنیم، نه با شعارهای دیگری. و در پهلوی ازی عمر حکومت کم مانده و ضرورت بر آن است که همین حکومت منافع ملی افغانستان حداقل در همین 8 ماه احترام بگذاره و کرسی های خود فراموش بکنه، منافع ملی را احترام بگذاره. سپاس گذارم. آقای فرمولی، مسئله صلح در افغانستان داره به یک معضل بسیار جدی و یک معادله بزرگ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تبدیل میشه. با توجه به این نگرانی ها و تنش که میان کابل اسلام آباد و کابل واشنگتن وجود دارد، بالاخره راه حلی که منطقی باشه برای حکومت افغانستان چیست؟ شما به عنوان استاد دانشگاه و شخصی که با جوانان کشور هم سر کار دارین، شخصا طرح شما چیست؟ وقت خیلی کم است، اگر کوتاه بفرمایید. ما با احترامی که به دیدگاه دوستا دارم، با جرات میتونم بگویم که پاکستانی ها میتونن یک نقش کلیدی را در تامین صلح در افغانستان بازی بکنن و رسالت حکومت افغانستان در تامین صلح در افغانستان میتونه بسیار بزرگ باشه. ما دو تا پیشنهاد دارم، دو تا گزینه را خدمت دولت مردان افغانستان از تریبیون شما اعلان میکنم. اولین گزینه که میتونه ما را در افغانستان به یک صلح دوامدار برسانه جنگ است. جنگ به معنای از اینکه جنگ وسیله برای تامین صلح در افغانستان. دوستا زمانی که حرفای ما رو میشنوند، زمانی که ما واژه جنگ استفاده میکنیم، معنا نداره که همیشه ما باید جنگ بکنیم. جنگ وسیله قرار بدن برای تامین صلح در افغانستان تا زمانی که دولت افغانستان از آدرس قوت صحبت نکنه. با مخالفین هدف شما جنگ حربی، زمانی که ما واژه جنگ استفاده میکنیم، قوتمند شدن نیروهای مسلح افغانستان تا بتونن توانمند شون از آدرس قوت صحبت بکنه با مخالفین مسلح حکومت افغانستان، با همسایه ما. هر زمانی که ما یک قوتای مسلح مجهز داشتیم، چه قوتای مسلح زمینی و هوایی، اون زمان میتونیم که فرمولی وقت هم خیلی کم میتونیم که مخالفین ما نتونستم طرح شما رو بگیرم. مشخصا با جنگ چگونه میتونیم صلح را برقرار کنیم؟ ما میخوایم حرفای خود یک کم ساده تر خدمت شما عرض بکنم. معنا داره که قوتمند شدن نیروهای مسلح افغانستان برای حالا میشه مشخصا قوتمند شدن نیروهای و ارتش افغانستان با تجهیزات بیشتر؟ کاملا بعد حکومت افغانستان جامعه جهانی را متقاعد بسازن که امکانات تسلیحاتی بیشتر در اختیار حکومت افغانستان قرار بده تا حکومت افغانستان، قوتهای مسلح افغانستان در میدان کارزار در مقابل مخالفینش از آدرس قوت صحبت بکنه، تا مخالفین حکومت افغانستان که همان پاکستانیا در عقب تجهیز کردن از اینا قرار دارن متقاعد شون. شما میخواین ما به مخالفین ارشد حکومت افغانستان که
طالب ها القاعده و هر گروه دیگه باشد عمل بالمثل انجام بدون شک این میتونه یکی از گزینه ها باشه. گزینه دومی که می خوایم خدمت شما و از طریق شما خدمت دولت مردای افغانستان داشته باشم، توازن یک سیاست کارا در حوزه سیاست خارجی افغانستان میتونه جوابگوی نیازمندی باشه. شما باید داشته باشین سفر اخیر آقای رئیس جمهور به هندستان اما توازن منطقوی را برهم زد. نداشتن یک سیاست خارجی کارا آشکارا در افغانستان باعث میشه که مردم افغانستان در جنگ بسوزند. سپاسگزارم آقای فرمولی از حضور تمام مهمانان عزیز به بحث امشب آماج و از شما بیننده های عزیز. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.